صبح زیبا و دلنگیز همه شما بیننده های عزیز ما بازم بخیر باشه و شما را خوش آمدید میگم به بخش رنگین کمان برنامه. و قسمی که شما عزیزا تماشا دارین امی لذت است. من یک رسامی بسیار زیبا و قشنگ است که مکمل کارش کار پنسلی است و از مهمانای ما در این رابطه بیشتر معلومات خواد گرفتیم که چقدر وقت بیشتر کار میکنن در این بخش و چه چیزهای دیگه را یاد گرفتن و چقدر تابلوهای قشنگتر و مقبولتر دیگر با خود آوردن. در این لحظات مهمانای ما ساحل جان نرزدی و رحمت الله جان صوفی زاده هستند. همه شما را خوش آمدید میگم. صبحتان بخیر. ساحل جان خوش آمدید. سلام صبح شما بخیر. خوش باشین. و رحمت الله جان شما سلام. هم خوش آمدید. شما بخیر. صبح بیننده های محترم بخیر. سلامت باشید. تشکر. چقدر رسامی زیبا و قشنگ هم روی خود آوردین. معلوم میشه که زیاد بالای زحمت کشیدین. از رحمت الله جان شروع میکنیم که چقدر مدت میشه شما هنر رسامی را به پیش میبرین و چی چیزها را تا فعلا یاد گرفتین؟ مدت 9 ماه میشه که کار مونیم رسامی و دانوزم در رنگه ایم. رنگ پنسل. یعنی دانوز در نقاشی نرسیدین دیگه. در رسامی نرسیدین. فعلا در رسامی هستین. بسیار خوب. و سایل جان خودت چقدر وقت میشه که کار میکنی؟ از من حدود 7 ماه میشه. 7 ماه. بسیار خوب. چطور شد که خودت هنر رسامی را شروع بکنی؟ آیا در مکتب مضمون رسامی را بسیار زیاد دوست داشتی یا قبلا کار میکردی یا اینکه اما تا در خانه بعض وقتا بیکار میبودی و دوست داشتی که رسامی بکنی؟ من از کودکی هنر رسامی را خوش داشتم و مادرم تشویق کرد مام شروع کرد. بسیار خوب. و رحمت الله جان شما چطور علاقه مندی پیدا کردین؟ خوردی در نقاشی رو آوردیم و پدرم تشویق میکرد در نقاشی. بسیار خوب. خیلی عالی. این تابلویی که ما پیشترم بر بیننده عزیز ما نشان دادم از ساحل جان است، درست؟ بله. ساحل جان این تابلو چی را نشان میده؟ این تصویر، این تابلو چیز خاص را نشان نمیده ولی خوشم آمد اون یک کار کردیم که یعنی از روی تصویر خودت رسامی کردیم. بله. بسیار زیبا. خب یک دختر افغان نشان میده دیگه. بله. یک کم چهره شام اما تو مشوش است یا تشویش داره، نگران است. من همون احساس میکنم در این تصویر همون معلوم میشه. آه همون تا یک چیز است. بسیار خوب. و با پنسل کار کردی را؟ یا با زغال؟ خیلی نه، این زغال است. کار زغالی است. یعنی کم کم ما یاد گرفتیم دیگه. چون تاریکتر است. نه با باز پنسل یک کم روشنتر میباشه. خیلی زیبا. و این تابلوی قشنگ دیگه هم از یک زن افغان را نشان میده. حالت بسیار زیاد آشفته و پریشان داره. و مو چادر اینایش هم بر سر خود کرده. نمیفهم چی صحنه ای را دیده که قدر به تشویش است. خب سایل جان از رحمت جان هستی؟ صحنه ای که مثلا در بسیار صحنه دل گرفته و یک زن افغان هم. بله. چقدر وقت در بر گرفتی رسمی؟ حدود یک هفته. در یک هفته ای را تکمیل کردی. خب کار یعنی امو ظرافت کاری ها بسیار زیاد داشته. بسیار زیاد داشته. و می چین و چروک که در صورت از این خانم دیده میشه من فکر میکنم شاید باید با دقت بسیار زیاد و حساس بودن امی مواردش رسم شود. بله. اما ترست. بسیار خوب. سبک کاری چی است رحمت الله جان؟ سبک کاری هم بیشتر دوست داری چی سبک را پیش ببری؟ چی تصاویر را دوست داری؟ طبیعت را دوست داری؟ چهره را دوست داری؟ چی را دوست داری؟ تصاویری باشه که بر مردم درس باشه، یک پیام داشته پیام باشه. داشته باشه. بسیار خوب. یعنی همه تصاویری که خودت رسامی میکنی یک پیام میخوای داشته باشه. بله. خیلی زیبا. تابلوی دیگه کجا گذاشته شده؟ این چهره را شاید بیننده عزیز ما بارها دیده باشن و یک چهره مشهور هم هست نه؟ در اینترنت یا در بعض صفحات یا تصاویر ما معمولا سر میخوریم با همچون تصویر. از خود هست؟ بله از من هست. سایل جان میشه خوب میشه میره برمه بتین؟ بسیار خوب. خب این تصویر ای کی هست اولا؟ برمه بگو. این یک شخص مشهور که جوکر از خودم علاقه‌مندش بودم باز کار کردم. آها در بعض فیلم هم هست نه؟ بله. فیلم های خارجی. بسیار خوب. چقدر وقت گرفت که تکمیل شد رسم ازی؟ حدود یک هفته کار کردیم. در یک هفته و کلان هم هست تصویرش؟ بله. بسیار زیبا. چقدر مورد استقبال
همسنفی خودت قرار گرفت، مورد استقبال خانواده و استاد که شما درس میکرد؟ مورد استقبال خود زیاد قرار گرفتم، از همسنفی ها، از فامیل و همشون تشویق کردن. بسیار خوب، خیلی مقبول است و می رنگامیزی از بسیار زیاد توجه من را به خود جلب کرده، چون احساس میشه که چندین رنگ شما ترکیب کردین، با چندین رنگ می کورتی زیر رسم کردین، رنگ کردین. چند رنگ استفاده کردین کلا به قسمت ها؟ دو قسمت شاید شش رنگ باشه. شش رنگ با تمام شر مکس یا ترکیب کردین که به می رقم مقبول معلوم میشه. بله. بسیار زیبا، خیلی قشنگ است و موهایش هم رنگ رنگ است، نه؟ بله. موهایش هم چند رنگ استفاده شده، بسیار استایلی است. تابلویی که در کنار خودت رحمت الله جان گذاشته شده، یک تابلوی بسیار زیبا است. من فکر میکنم تصویر یک دکتر صاحب است. چطور؟ هم بود تابلو رو میشه بر بیننده هم خودت هم نشان میدی یا بر مبتی که من بر نشان بدم؟ بسیار خوب. خب من در نگاه اول فکر کردم که تصویر یک دکتر خانم باشه، چون که لباس سفید بر تن داره، ولی نه، تصویر یک مادر نشان میده. یک مادر. بسیار خوب، یک دکتر هم میتونه یک مادر هم باشه، یک مادر میتونه یک دکتر هم باشه، درست؟ خب این مشخصا چی صحنه را نشان میده رحمت الله جان؟ چی پیام داره این تصویر؟ پیامش اینه که این زنکی هست خیلی فقیر بود دیگه، روی سرک برای آمیانه گدایی استاد شده بود و هم یک پیام میشه. خیلی خوب، و این تصویر چطور خودت متوجه شدی و خواستی که رسامی بکنی؟ این را تشویق استاد بود و کمک استاد بود که باید بکشیم. با کمک استادتان. خیلی زیبا، واقعا قشنگ است و متاسفانه ما همچون صحنه هایی را در جامعه ما خیلی زیاد میبینیم. یعنی از خانه که بیرون میشیم، بعض جاده ها و سرکار ما متوجه میشیم، افرادی که فقیر هستن یا با کمک ضرورت دارن خیلی زیاد است، که متاسفانه تعداد زیادشان 5-6 طفل دارن و طفلایشان هم به مشکل روبرو هستن. خب یک تابلو قشنگ دیگه هم در کنار من گذاشته شده، یک از مربوط ساحل میشه یا مربوط رحمت؟ مربوط ساحل. مربوط ساحل میشه. میشه خب این آدمک فضایی است چطور؟ بله یا فضایی است؟ بله. دیگان فلما دیدونی از میریخ که میایه، دیگان سفینه خارجی میایه بر روی زمین، بازم اوتی یک چهره میداشته باشن. بله، هم اوتی یک چیز است. دیگان تفلکای خورده خو نمیترسانی که از این تابلو؟ من خو نمیترسانم، بعضی هایشان میترسان. بعضی هایشان میترسانی، چهره جو عجیب دارم. و دیگان فلما هم این صحنه را ما دیدیم، شخصا خودم، که معمولا در فیلم ها قسم داستانش نوشته میشه که اینا از فضا آمده باشند بر روی زمین، به مخاطر چهرهشان، چشمایشان، رفتارشان کلن با انسانهای نرمال فرق میکنه. بسیار زیبا است. و این وقت زیاد گرفت یا کم؟ این هم وقت حدود یک هفته یا کمتر گرفت. یک هفته یا کمتر. خودت چه سبک را دوست داری سایل جان؟ من سبک هنر پنسلی زیاد خوشم میاد. خب کده پنسل دیگه کلن میخوایی با پنسل و زغال. و تابلویی که در مقابل میزم گذاشته شده، تابلوی بسیار زیبا است. میشه رحمت جان بگید از رحمت است یا سایل؟ کلان. کلان. کلان است. سایل جان. خب. این بر من یک مفهوم خاص داره که یک انسان میتونه در سه چهره ظاهر شوه. یک انسان در سه چهره؟ بله. یک چهره گرگ می باشه، انسان های گرگ صفت، و بعدش یک پرنده معصوم و یا یک طبیعت زیبا. آها، چقدر پیام مقبول، واقعا پیام بسیار قشنگ است. و این رسامی چقدر به اصطلاح خاص است که با امی سه پیام که تصویر خودت داره یک چهره را ترسیم کردی. واقعا خیلی زیبا و قشنگ است و من هم کم بر من جالب بود. این قسم تصاویر من در بعض جاها دیده بودم. خودت این را از ذهن خودت ترسیم کردی یا ای که از روی تصویر دیگر؟ این را از روی یک تصویر دیگر. بسیار خوب، ولی پیام بسیار زیبا داره که انسان میتونه سه چهره داشته باشه، هم یک چهره بسیار زیبا از طبیعت، هم یک چهره درنده و وحشتناک و هم یک چهره بسیار مهربان و معصوم. و چقدر خوب است که همه ما شما با مو مهربانی، با محبت و همدیگر پذیری همیشه مو چهره مهربانی را داشته باشیم، چهره مظلومانه داشته باشیم، چهره قشنگتر و
زیباتر داشته باشیم، نه ای که یک چهره وحشتناک که همگی در کنار ما باشن احساس ترس و وحشت داشته باشن. بله. همونطور است؟ همونطور. بسیار خوب. در صنف چند نفر هستین و بیشتر یگان رقابت ها و چالش هایی که بینتان برگزار میشه مقام های چندام هم میگیرین؟ خب رقابت ها مختلف میشه، بعض وقتا آدم رقابت میکنه یک جایگاه خوب هم میگیره، بعض وقتا دیگر رو از آدم پیشتر میشن. بسیار خوب. بله. و رحمت جان، خودت کی را الگوی خود انتخاب کردی در بخش هنر رسامی؟ الگوی من می استادم است و تشکری خاص دارم بسیار زیاد بابت زحمت هایش. و بسیار خوب. هر کس دیگه دوست داره که مثل استادش باشه یا یک فرد دیگه را دوست می داشته باشه که همچون سبک را مثل استادش یاد می داشته باشه، امون را الگوی خود انتخاب میکنه. دوست داری در آینده چگونه یک رسام باشی رحمت را جان؟ در آینده یک رسام می خواهیم شویم که برای مردم یک پیامی را، یک درس را باید بیتیم. در کنارش تابلوهایت هم دوست داری در آینده بفروشی؟ آه. بسیار خوب، از طریقش کسب درآمد بکنیم. و سایل جان؟ الگوی خود گیره قرار دادیم؟ من الگوی خاصی ندارم، الگوی من آرزوهایم است، هر چیزی که آرزو داشتم من الگویم است، باید از برش برسم. بسیار خوب. آرزوی تام میشه شریک بسازی با بیننده یا نمیخوای؟ یک هنرمند مشهور، نقاش مشهور، مثلا استاد ما، استاد خاطر زی. بسیار خوب. مثل از اونا میخوایی که بله. مشهور باشی، هنرت بسیار بالا باشه و شاگردای مختلف هم داشته باشی که اونا رو تدریس بکنی. بله. یک استاد رسامی هم باشی. بله. بسیار زیبا. تشکر میکنم ساحل جان از حضور خودت و همچنان رحمت الله جان از حضور شما. واقعا افتخار ما هستین با همچون هنر زیبا و قشنگی که شما یاد گرفتین و تابلوهای بسیار زیبا که بالای زحمت کشیدین. خوشحال شدیم از حضورتان. سلامت باشین. اوقات خوب خوش. موفق باشین. از شما عزیزا هم بسیار زیاد تشکر میکنم که تا این دم در کنار ما هستن. میان برنامه کوتاه میگیریم و در ادامه اولین گزارش زنده حفیظ امیری را فراموش نکنه.